خیلی ممنون، خوش اومدید، متشکرم، زنده باد. بفرمایید. به نام خدا، خانم ها، آقایان، بیننده های عزیز شبکه نسیم، سلام. این عزیزای دلی که جواب سلام منو دادن، نماینده های شما، تعدادی از مردم عزیزمون که مهمون ما هستن، خیلی خوش اومدید. به افتخار خودتون و مردمی که توی خونه هستن دست بزنید. من عبدالله روا هستم، مجری بگو بخند. بگو بخند بزرگترین برنامه طنز ایران. امیدوارم که فصل دومش خیلی مورد توجهتون باشه، بهتون خوش بگذره. این فصل قسمت جدای از مسابقه هم داره، خارج از مسابقه، یعنی مسابقه بگو بخند که 4 تا داور داره و طبق فصل قبلش اگه دیده باشید پیگیری میشه، به کنار. یه روزایی و یه شبهایی چجوریه؟ اصلا اون شکلی نیست که مسابقه ای باشه. مهمون میاد و بازیای با مهمون داریم و کمدین های مختلف و چیزایی که ربطی به مسابقه نداره، ولی قراره که اونجا هم بگیم و بخندیم و خوش باشیم. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و خوش هم بگذره. پس دست به افتخار خودتون. خندیدن انصافا یه مقدار سخت شده، یعنی حتی بعضی ها مثلا به زور دیگه باید مثلا وادارشون کنی که بخندن. یه سری موقعیت هم هست کلن اینا موقعیت هایی که خنده اجباریه. الان من مثالشو براتون میزنم، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه. مثلا شما مثلا داماد یه خانواده این، پدر زنتون یه جوک میگه، اصلا بدون توجه به اینکه چه جوکی میگه، وقتی که تموم شد مجبوری بخندی. آقای مهندس. حالا مثلا جوک خیلی ناجور، مثلا این مرده میخوره به نرده ای چیزی، این یکی از اجبار هست. دومین اجبار برای کساییه که هزینه کردن برای این محبته دهن و دندونشون، حتی الان خیلی زیاد شده، بعضیشون هم حالت کار درمانی اینا میکنن، ولی بعضی دیدید قشنگ سفید کردن، اینا بدون دلیل هم میخندن. دیدین؟ به جان خودم تو ختم یکی از نزدیکانش هم اینجوری بود، یعنی گریهش هم نشاش باز بود. به هر حال باید نشون بده دیگه اینو. یه خنده اجباری دیگه هم هست، اونم باز دوباره وضعیت بدیه. وقتی آدم میخوره زمین، کسی هستش به هر حال بچگیمون که شده لااقل خورده باشه زمین اواخر، این اواخر، این من خودم بودم مثلا، من یه ماه پیش. خانم شما خدا بد نده، من مثلا با موتور خوردم زمین و واقعا برای من ناخودآگاه این پیش اومد. وقتی که پا شدم مثلا خب چند نفر نگاه میکردن دیگه، اینجوری کردم. حالا اینجا کلا نبود، اینجا هم کلا اینجوری پیش میاد. یه مدلی بخندید که حالا من دستوری نگم اینا، فکر میکنم اگه ما هممون یه مدلی بخندیم که یه نفر که نگاه میکنه یه سیاره دیگه فکر نکنه که این یه کار پولیه یا کنتور میفته و اینا، خیلی خوبه. واقعا کنتور نمیندازه. لطف کنید بخندید. همین روزاست که پولیش کنن ها، یعنی واقعا چیز مجانیه که داره زیاد حال میده. خیلی مراقبش باشید. خواهش کنم برای خودتون دست بزنید با لبخند. اسم این قسمت دیدی خندیدیه. دیدی چی؟ خندیدی. بله، متشکرم. توی این قسمت خودتون رو حفظ کنید. تماشاگرای عزیزمون سه نفرشون به نمایندگی داوطلب شدن که اینجا باشن، مقاومت کنن در مقابل خندیدن. بازیگرا هم سعی میکنن که اینا رو بخندونن. هر کی کمتر خندید و بیشتر مقاومت کرد برنده است.
ماشاءالله. آری کن خیلی خوش اومدی. خب خودتون رو معرفی کنید. میکروفون رو میگیره و میره. با سلام، من محمد جواد قرهخانی هستم. خیلی خوش اومدی آقای قرهخانی. شما ترکی؟ از رو قرهخانی گفتم. خیلی خوش اومدی. بفهم بشین اینجا. شما چند تا قانون باید رعایت کنید. مقاومت میکنید در مقابل خندیدن. خب ببین دندونت هم معلوم بشه میشه از منفی حساب میشه. ولی تو از نگات که عادی ام وایسادی یه ذره دندونات معلومه. باید سعی کن باید دو چندان انرژی بشه. خب شما آقایون طبق برنامه‌ریزی خودتون همون شخصیت واقعی خودتون باشید. آه همون احمقه که باشید. نه نه همون بامزه ها دست بزنید. آره اینم میگن اینم میگن. خسته نباشید. خوبی؟ میدونی فیلی که لباس خواب آبی بپوشه رو بهش چی میگن؟ میگن شب بخیر. حالا میدونی اون صورتی بپوشه بهش چی میگن؟ میگن آبیه بیشتر بدیم. حالا اگه قرمز بپوشه میدونی بهش چی میگن؟ نه خودت لوس کردی؟ نه یه هرچی نگم آلی خب زیر شارجه آلی هستم عزیزا بده منم ببینم. دیدی بعضی ها وقتی میخوام بخندن خیلی جدی هن مثلا ببن یعنی نکن ببین بعضی ها وقتی میخندن یعنی با سین میخندن خب خب من دلم به حال این داره میسوزه. این دلسوزی نه این آدم شادیه. اون بهش گفت سلام خسته نباشید. گفت بفهم نفر سوم چی بگیم. این هیچی نگو فقط بیا فقط بیا فقط برو بفهم. سلام احوال پرسی کن. اوکی خوبی حنیف سلام کن تموم شه احوال معلوم نشد اندونو هنی دیدی؟ هنی هنوز سامون نکردی کاری نفس هم بکن با دماغ بکش با دهن بکن چیزی؟ چیزی؟ گو با دماغ به با دنگ قوانین مسابقه رو که میدونی اصلا شروع نکنی چی نگفتیم به خدا میگه قوانین رو میدونم نمیتونم نه اتفاق آفرین 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 همیشه دلت خندون زحمت ما هم کم میکنیم زم مصطفی هم اینکه هست کافیه برای خب من دارم خودمون نگم دارم. ببین من چیز میخونم اپرا میخونم. خب عزیز بدی یه دهن برات بخونم با اجازه. میگه که ببین قشنگ نگاه کن. میگه گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد. گل پونه های عالی عالی مقاومت هزار و پونصد اوهم مقاومت تو جمع هستم شدید. این معلومه هیچی مونوکسید کربن تو اعصابشون. خودتو معرفی کن. من نمیرم حسین آریان هستم. حسین آریانه آفرین. بفهم حسین حسین که اسم و فامیلش هم قشنگ پیوند اسلام و ایرانه. بله قشنگ حسین جان عصبی باش. پس میگرد اصلا اصلا خوبه. کی شروع میکنه؟ من شروع بیا. بله بفهمه بفهمه داره. حسین سلام خوبی؟ حسین یه درد دلی میخواستم باید کنم. چرا اینا این عروسک رو میگنن دست ما بچه های دهی 60-70 ها؟ اینا هیچ وقت عوضش نمی کردن. اوج تکنولوژیش این بود که میشوندی چشاش باز میشد میخواموندی چشاش باز میشد. بعد اینا خراب هم نمیشد ها. اوج یعنی عوض نمی کردن چون خراب نمیشد. اوج خرابش این بود یه چشاش باز میمون چشاش بسته. بعد تو میخواستی بری سر یخچای لیوان آب بخوری. بنده حساب دیگه. یا میدیدی یه چیزی اینجوری داره نگاه میکنه. جلو دهنتو نگیر. آفرین. عدد چند؟ ولی واقعا یه کاتگوری هم هست نه باید بگیم دندونت معلوم بشه. واقعا مثل حسین هم میخندم ولی هیچ وقت دندونشو نمیدونم. حسین جو شما اینا رو میبینی آره. تو توی این قسمت زنده هم بمونی خدا شما موفقیت هم میدونی. بگیم نفر بعد بفرم. جدی باش جدی باش. آفری حنیف قوی. آقا حسین بودین؟ حسین آقا حسین آقا فرس اوف آقا سوکه هیچ چیز قبلا آمپول زدی؟ وای اصلا مهم نیست شما اصلا کار دیگه میخوام انجام بدم. خب گفتین اسمتون حسینه یه نامه براتون اومده. من اگه اجازه بدی من براتون بخونم. خسلمه. ای حسین عزیزم ای که چشمانت زیباست
بگم این نامه تو نیست، یه لحظه باش تو. های مال توه، این مال توه. ای جان، ای حسین عزیزم با بینی زیبا، گونه های برجسته. نه اوکی، تو نفس بگی، تو نفس بگی، لاش چیزی نیست. تو اصلا میتونی لاش نفس بگی. آره. جدیداً با چهره زیبا، چشمانی برافروخته، ابروانی زیبا، قد بلند، دست‌هایی که در هم گره کرده ای. فقط دست‌های همچنان گره کردی، نامه تمام نشد، دست رو گره نگه داده داشتم، نامه رو خراب نکن دیگه. دست‌هایی که در هم گره کرده ای به چشم، آخ آخ، چشمان نافذ حسین. اینا تو نیستی یا داداش، اینا برای یه حسین دیگه است، اصلا برای تو نیست. تو شل کن، تو راحت باش. آفرین بابا، ولش کن، دست سکته کن. بخند مرد، بخند مرد، بخند مرد، داداش این داخل داره فوت میکنه بیرون، فوت کن بیرون، صدای حسین تو رو خدا، اتو گرمته، اتو گرمته، بده بیرون، خالی کن، تموم شد. ده بار هفتش بار خندید، دست بزنید برش، ولی مقاومتش بیشتره از نفر قبل. آره. این درسته، این کمک میکنه که نخنده. ببین هم که دندونت معلوم نشه کافیه. حسین تو آره. خیلی خوب بودی. نفر بعدی. خسته نباشی. یارو بوده، زبونش میگرفته، خواسته بره واکس بخره. میره تو میگه ولش کن، چسب بده بابا، خسته دست و بردا. خب مادر بگیریم، بیا. خب علی چش ازش فرمان، یه مدل دیگه ما، ببخشید خندت هم میگیره، اینجوری نکن، بس پایین بری. ما یه مدل دیگه خنده داریم، خب دهن مثل ترمینال وامره، خب صدا نداره کلان، آخر بعد 10 ثانیه صداش میاد اینجوری. جی خودش داره میاد این بود. یک مدل خنده دیگه هم هست، مثلا استارتیه. نن حسین همه جا داره میلرزه. خب من خنده دارتر میگه عبدالله، میگه من خنده دارتر بودم. آفرین. خب حسین هم دیدید دیگه، متشکرم حسین جان، به نظرم برو استراحت کن. آره دو سه تا نوروبیون بهش بزن. خب نفر بعد، درود بر عزیزای دل، علیرضا یزدانی از تهران. خیلی خوش اومدید علی رضا، قربونت برم. بفهم بشینی. آقای یزدانی لباس شبیه کیه؟ کی نه، شبیه چیه؟ زمین چمن باشگاه. نه نه، رد پای آبی، رد پای آبی، رد پای آبی، آفرین. خواستم بگم یادت اونو گفتم، این شروع کرد، هنوز خبر نشده دیگه. نه باقی افتاده برای دیگه، نه باقی معرفی. ببخشید دادا، شما هم صحبت شخصیتی نداری یا؟ نه اوکیه. ببخش بفهم، میگم بعد موقع موزه میشه، ولی کارمون رو کنیم، بریم پولیش گرفتیم دیگه. با اجازه صحبت با تو ببینیم. یه دونه شد، یه دونه شد، هیچی نبود، هیچی نبود، هیچی نبود. کار عجیبه رو انجام بده، کار عجیبه که خیلی خاص بود، اون انجام بده. آفرین آفرین. ببین ببین چی جدا فرتو داری، تاش بتونی سه تا در بیاری. آفرین، یه کار دیگه هم بلدم. برو آفرین، این دو تا است. آفرین، میده اینجا، دیدی یکو دادیم بر شد دو. آفرین آقا، اصلا به هم ریخت طرف. نه قبلش خندید بعد فشارش رو بریم. آفرین آفرین، دو تا شو بریم، فایده نداره. اوکی گل فولا. نه نه، عروسکی اینجوری میشه، اینجوری میشه. چی چی؟ به افتخارش، ببخشید بعد موقع شرمنده شو، بعد وزش کم رفت شرمنده. این درسته، این درسته، چه دقیقا خودشو نگه داره و به موقعش خندید. آفرین، من فکر کردم دور از جونت سکته کردی. آخه اینجوری بود، بعد مصطفی آمان اینجوری شد. آقا این داشت دست میره. آره قربونت برم. الان خوبی؟ خب استراحت تموم شد. الان با دو شخصیتی شدید دو قطبی شد.
بگم بهش بده کارم. میتونم باز شوخی کنم که چاره دیگه هم نداری البته فردات چم. اوف خیلی من نباشه. نه. میریزی به هم ها. هیچ خودت چینم. بری. داشتی از شوهده بازی زیاد خوشش نمیاد. ای ساکت دیگه. عملی یواش. ایوا این فهمیدم با چی کارش کنم. برو علی. نه بعد این نه اوکیه. نه بابا میخنده. نه نه ناس اینجوری واسه تمام فقط ادواریه. آره آیلا بابا الان میگه تموم شد. راست میگه هر دفعه داری غیر قابل پیش بینی تا اش میره بالا میاد تو این دفعه. بریم بریم بریم. اصلا واه واه. بنو. صوت بفرما. خود الان خندیدن ها. بریم. بریم. چی بریم؟ این همین الان به ذهنم رسید. انقدر چهرهتون ملی ناز دوست داشتنی مامانیه که چیزی نیست. دارم باغچه آب میدم. باشه. باغبونم دارم آب میدم. ما هم هستیم. دقت کردین؟ این قسمت چمنش چه خوب گرفته. عالی. شما هر چی بیشتر دست بزنید یعنی این کمتر خندید. این که هیچی. بفرمایید دست بزنید. آفرین بیا عزیزم. گل پسر. حسین. خیلی مساوی بودن. کاش بر علیرضا بیشتر دست بزنن لااقل. علیرضا. خب بچه ها ولی جدی میگم ها شما که همه تون الان بازگره خیلی خوبی هستید شما هم دمتون گرم خیلی لطف کردید ولی بعضی آدم ها به نظرم لمی هن مثلا لازم نیست خنده دارم بهش بگم مثلا من نگاه کنم نه جونه من نگاه کنم به چیزای بی رفت میخنده صبر کن یه چیز بی رفت بگم یه هویج نسبه نه کبریت بستنی نه سخترش گفت یکی از بستگان خیلی دورتون فوت کردن یه از اونه که مراسم داره آب بوده آره مرده آره چرا مرده دور از جونت علیرضا فوت کرده ای وای من لباسم مناسب نیست اون پیرهن مشکی و سفید منو بده و هر حال باید راه راه باشه خیلی ممنون دمتون گرم علیرضا جان شما برنده شدی هیچ منطقی تو این داوری نبود واقعا نباید برنده میشد ولی شد خوش اومدید بفرمایید بفرمایید جذاب دیگه دو تا شرکت کننده عزیزمون راکت دادیم بهشون قرار این توپا رو پاسکاری کنن توی یه مسیری تیک کنن این توپا رو بندازن توی این سبد اگه پاشون بره روی خط یک امتیاز منفی میگیرن و هر سه امتیاز منفی یه دونه از این توپا رو از سبد در میاریم دو دقیقه هم زمان مسابقه است آقایون آماده اید؟ بله بله خودتون رو معرفی بفرمایید مصطفی شما؟ مصطفی با شمارش من 3 2 1 اندازی مرسی انداختم باش خواهش میکنم من متعلق به همه تونم عزیزان من خواهش میکنم بزرگواری بازم نتونستی خب برو یکی برو بهمه دوتا پنج چار سه دو یک دو سه بودو برو یواش یک امتیاز یواش خب خطا یه دونه هرشی ها پاش اومد رو خط داداش پاس بده دیگه اینو قبول
کنی؟ قبول نمی کنیم. برای چی قبول نکنیم؟ برای که باید پاسکاری کنیم. پاس دادم بهش دیگه. نه باید پاس کنیم. ببین اینجوری میشه. تمام بچه ها کشید بکنم. آقا 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 اگه اینجوری بیا. خب دوستان، همونطور که میدونید مصطفی ارشدی از فصل قبل مهمون ماست، استنداپ کمدین. یه دست به فقاش بزنین. چقدر شل دست میزنین مهمونه. بارکلا. خیلی متشکرم. کافیه. خیلی متشکرم. همونطور که میبینید اشتباهات جزئی از داوریه. ما الان رفتیم ویدیو چک. اینا برندن. این دو بزرگوار برای اون دوتا شو مغلطه کردن. بهش جای داره پخش میشه. و اصلا همین که اسممون یکیه هیچ ربطی به این ماجرا نداره. تشویق کنید من جایزه‌شون رو بدم. بفرمایید. خدمت شما جایزه نقدی تعلق گرفت. اینا برنده. یک دستگاه جایزه نقدی تعلق گرفت بهشون. آفرین 5 تا. بله خیلی متشکرم. بریم بخش بعدی رو ببینیم. زنده باد. خیلی خوش اومدید. متشکرم. همین که بیننده های بگو بخند اینقدر محبت دارن، توی فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنن، یعنی صفحه برنامه‌مون رو، و شما اینقدر لبخند به لبتونه، واقعا ما خسته نمیشیم. دمتون گرم. بزنید دستو به افتخار خودتون. پژه یشمی بوغ در یازده. آقا پژه یشمی. آقا پژه یشمی. کف خوب ماشین قابوندی. پژه یشمی آقا بیا بیرون. آقا ببخشید. شا پژه بیا بیرون. بیا بیرون تا نیومدم تو رو نابود کنم. بیا بیرون. ببخشید. بله. قربون شما. خوبی؟ بله شما. شما خوبی؟ حالا میشنوم صداتون رو. جان. میگم که جان خوبی؟ آره ما داریم اینجا برنامه تلویزیونی میگیریم. آفرین. خوب هستی. سلامتی. خیلی خوش اومدید. پژه یشمی بیا بیرون. پژه یشمی جان. نه. ماشین اینجا نه چیز نداریم. ما داریم برنامه میگیریم. خیلی ممنون. فکر کنم یه ساختمون دیگه هم هست اونجا. آره. شما باید نه باید. خوبی شما خیلی ممنون. من روا هستم، عبدالله روا مجری. کرم هستم، دودل نیروی خدماتی. کمی خوب هستی؟ ممنون. امنیت نظافت دربار با من هست. بله خوش اومدید. خوبی؟ آقا پژه یشمی مالکی آقا؟ نه حالا پژه یشمی بیار بیرون. آقا شما قدت بلنده، میتونی این بالا بگیری تو ارتفاع صدا برسه. پژه یشمی آقا، پژه یشمی بیا بیرون. حالا خوبه. ببین من میگم که حالا عزیزانمون مهمونای ما هستن. بله خوبی شما سلامتی. خانواده خوب هستن. امیدوارم احوالات شما خوب باشه، ایام خوبی داشته باشی. ساپژه بیا بیرون تا من در نسم نکنم. خیلی ممنون. زنده باشی. کار خدماتی انجام بدید. بله دست شما درد نکنه. اینو دستتون درد نکنه. ما ماشینه رو مال ما نیست. نه مال شما هست. از مال شما. نه برنامه تازه هستین، مال شما هست. پارک کردین اینجا. آقا بذار کارم انجام بدم دیگه. آقا روا هستی دیگه مجی. بله. درسته؟ ماشاءالله خوش تیپ با شخصیت. آدم درسته سوی. چرا نمیذاره آدم کارش انجام بده؟ منم به عنوان یه نیروی خدماتی وظیفه خودم میدونم کارم انجام بدم دیگه. یعنی خب میدونم. بله. الان اومدیم پژو یشمی یا چیزی کنیم. بله. پژو جلوی کسی رو گرفته. نه اصلا جرئت نمیکنه جلوی کسی رو بگیره. اگه میگرفت که من دیگه یه جور دیگه با این صحبت میکردم. دارم میگم یه موقع جله کسی رو نگیره. میدونی آقا من همه ماشینا رو میشناسم، اینه نمیشناسم. آقا اگه آقا ربو فرد شما آدم شخصیت داره هستی دیگه، درسته؟ از این سلبریتی های نه هستی، درسته؟ آدم میشناسن تره اصل میگیرم با تو. آفرین. اگه فرد یکی اومد تره سوی قسکت من چیکار کنم؟ آره میدونم اون قدم نیستی، اینه میفهمم، ولی بالاخره شما برای خود شخصیتی هستی. چهار نفر با تو عکس میگیرن جوگیر میشن، با یکی عکس نمیگیری تو رو با تیر میزنه، درسته؟ آفرین. من باید حواسم به این چیزا باشه. دست درد نکنه. شاید همین پژه یشمی فرده بشه قاتل تو. آفرین. آفرین. پس من فکر تو رو میکنم. از قدیم گفتن میگن چی؟ میگن دیگ به دیگ میگه رود سیاه. اینجا باید آدم مراقب باشه. آفرین. اصلا ضرب المثل هیچ ربطی نداشت به این قضیه. ضرب المثل هست دیگه. ضرب المثل هست. نگار داری یه جا استفاده کن. بالاخره یه جا جواب میده، نمیده.
واسه فودی میگونی دیگه مشکلی نداره. آقا بذار من اینو پیدا کنم. بذار ما نیروهای خدماتی وظیفه خودمون انجام بدیم. جلوی کسی که نیست. نه جلوی کسی نیست. لازم نیست الان داد بزنی. شما پلاکشو برمی‌داشتی میومد مثلا آره برداشتم پلاکو برداشتم. خب پلاکو بخور. آره پلاکو برداشتم بیا. اصلا همه هم کار باید آفرین. اینا رو بگیر. خب دیگه حفظ نکردی؟ نه دیگه آوردم دیگه. میگه اصلا چیز که می‌کنی بعد پلاکو آقا پلاکو آقا پلاکو کندی از رو ماشی. ای خدا پلاکو برای چی کندی از رو ماشین؟ آقا شاپلاک جلو رو در آوردم عقب تا نرفتم بکنم بیا بیرون. آقا این جون. چه کاری بود کردی؟ معذرت میگم من خیلی سرم شلوغ هست همیشه خیلی گرفتار آدمم بعد حافظه من خوب کار نمیکنه. اینه که من پلاک کندم آوردم ببخشید. نباید این کارو میکردم. عادت کردم از زمان خدمت عادت کردم من نیرو بودم نیرو چی بودم من رانم رانندگی بله آره به من مسئولیت میدادن آقا روان بله. میگفتن تو برو وایسو دم خروجی تهران ماشینایی که تخلف میکنن پلاک اینا رو وردار دیگه فکر کنم من دست خالی هیچی نداشتم ماشین سرعت 120 میرفت من باید میدویدم تو اتوبان اینو بگیرم پلاک اینو بکنم بابا پلاکو ور ندار که چرا دیگه میگفت وردار سرای میگو وردار سره میگو بردار دیگه بعد پلاکا رو چیکار کردی پلاکا رو برمی داشتم زیاد زیاد اینا رو هر 10 کیلو از من 50000 تومان می‌خریدن راهنمای رانندگی از تو می‌خریدین رو نه راهنمای رانندگی نه نه پسرخال من زایتی داره راهنمای رانندگی نمی‌خره که یعنی تو پلاک مردمو می‌کندی پسرخالتو می‌خری 50000 تومان به من میداد نه راهنمای رانندگی رو راه مینداختم حواسم به اونم بود اونو چیکار می‌کردی اونو شماره رو می‌نوشتم رو کاغذ میدادم به اونا همون بار مرخصی رو می‌گرفتم این بارم پول می‌گرفتم آره دیگه این دیگه آره الان این پلاکو آره کندم دیگه ببین الان مصیبت میشه این الان میره میشینه پشت ماشینش مثلا نمیدونه که پلاک نداره میره تو خیابون پلیس میگیرتش آفرین این درسته الان چی شده الان چی شده قربا الان مردم یاد گرفتن پلاکای خودشونو یا مختش میکنن یا میون کاغذ به میدونه میزنن اینه در میارن ما چیکار میکنیم ما چهارچرخ یارو رو در میاریم مثلا الان دیگه پلاک هم به این بدی جوی نمیتونه بره چهارچرخ اما رو در بردم عشقین دادم پسر خالم زایاتی همون ماشینه که جلوی هیچکی نبود جلوی هیچ کس به جان مادرم جلوی هیچ کس اصلا برای هیچ کس مزاحمتی نداشت بعد اول پلاکش رو کندی بعد دیدم دلم آروم نمیگیره چهارچرخ اینه در بردم چرخوشو چیکار کردی داغ رو بروختم زندگی قش داره اون اما آره چیزی داری برای فروش؟ نه نه اوکی من میگم خب الان یه ماشینی اونجاست که همینجوری با هیچ کس کار نداره اینجوری پاچه هاشو داده بالا قشنگ آفرین خب. بعد الان دنبال صاحبش میگردی که چی؟ که بگم آقا بیا ماشینتو بردار با چی برداره؟ دیگه تایر هم نداره اون ماشین ردیف میکنم بوکسل میکنم اینه میبرم تا در خونش اونجوری یه تو منم اونجا خواستم قشنگ برنامه رو چیدم رو 10 میلیون تو رو خدا نزن آره باید باشه دست در نکنه ولی ببین چهار خب واقعا نباید این کارو میکرد آره خودم میدونم اینو بگی جلداش این ماشین پژو یشمی پژو یشمیه من باش اومدم من مال دوستم من امانت گرفتم ولی تو خیلی خزه خیلی چی خزه سبز کفخاب بوغ ده یازده با اون اومدی امانت گرفتم اصلا حیف این تیپ شما نیست مثلا ماشین رو پول پارک کرد. خیلی آقا خیلی حرکت رو پول مگه پارک کرد؟ بالاخره معلوم بود اون آدم یه کسی هست اگه جلش نگیری رو پولم پارک میکنه. من بودم آقا. اشتباه پارک کردی دیگه. اشتباه پارک کردی. شما بیام آقا من معذرت خواهی میکنم. من اینه ببرم ماشین اینه تحویل بدم. بیا را بیا فوق روا. بیا. آقا بیا دیگه زویاس دیگه. دیگه مگه سویچ نداری میخوای سویچ بدم من برام درست کنم ماشین من الان راه میره الان ده تایر داره نه میدونم مشکل نه من درست میکنم آقا من درست میکنم من از خواهی میکنم ببخشید وسط برنامه اومدم حواستون باشه الان میاد دستی اومد بدید الان میاد آقا بیا ماشین خب خانم ها آقایان امشب بگو بخند یه مهمون خیلی عزیز داره که برای شما خیلی خاطره درست کرده خاطره هایی که معمولا شاد بودن با لبخند بودن
بازیگر هنرمند که از دوران ساعت خوش همه ایشون رو به یادشون میاد و بعدش هم که دیگه حالا من شاید عقب جلو بگم این مقدار اثر رو، ولی خوب یادتونه که مثلا توی سریال مسافران چقدر قشنگ برامون بازی کرد، توی زیر آسمان شهر چقدر خوب بود و جنوبی و احساس کنم برید یه حدسایی میزنید. بله اون حدستون اشتباست، از چهرتون معلومه. و آفرین یه نفر درست از زد نسل ارادش جان جان همون همون دیگه من هم همین اتفاق برام میفته. خیلی خوشحالم. یه بار دیگه برش دست بزنید عزیز منه، خوش اومدی. قربان شما. بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام بینندگان گرامی و عزیز. قربونم. چه خبر؟ خوشو خوبم آقا رسول الله. بریم سراغ سوالا با اجازه شما. در خدمت من. خیلی خوشحالم امروز شما اومدین. منم همینطور. درود بگم. با کی شما بیشتر میخندین؟ با خانوما. خدا رو شکر چه خوب. چون خیلی فیلمه. به افتخار خوشبختی آقای رسول رادش همسر محترم سلام عرض می‌کنیم. امیدوارم شاد باشین هر جایی که هستین. خانم آقای رادش. خب آقا با جا. کدوم کارگردان دوست داری کار کنی؟ میتونی قبلا هم کار کرده باشی ولی اینو میپسندی یا دلت میخواد جدید باش کار کنی؟ ولی شخص خاصی تو ذهنم نیست، ولی من خیلی تو جوانای الان حتی آدمایی دیدم که تو همه زمینا تدوین یا ایده یا اون اصلا به نظرم خیلی جلوان از نسل ما. برای همین خیلی شخص خاصی تو ذهنم نیست، ولی خیلی دوست دارم که یک دیوونه مثل خودم بیاد اونجوری فکر کنه و با اون دیگه برای مهم نیست کی باشه، این جای برای مهمه. خیلی بازیگر محبوبی بوده از اول حضورش نسل الله رادش. اون زمانی که مثلا واقعا فکر کنم زمان ساعت خوش شما جزء معروف‌ترین آدمای جهان بودید همتون. خدایی جهان ما که دیگه بیرون رو ندیدیم. اینی که ما دیدیم خیلی دوستتون داشتن. آره خب اون جنس بازی، نه من، اون جنس بازی در واقع یه جور انقلاب توی اون زمان خودش بود، تو انقلاب توی جنس اون بازی، چون بازی‌ها خیلی محترم همیشه، همه بازی‌ها محترم، ولی یو همه چی شد خیلی رئال و اینجوری و از جنس زندگی. آره. و برای همین برای مردم خیلی جذاب بود. یه موزیک معروفم خودت داشتی؟ نمیدونم. آره. اختراع خودت هم بودی؟ نه نه، آقای امیرفرزی نوشته بودن. یعنی شاعرش ارژنگه؟ شاعرش ارژنگه، اون تیترش ترجیبندش مال ارژنگ بود که من گفتم یه دستی توش بردیم و یکم بندریش کردیم. یه بار میتونی برام بگیش که بار آره. دکلمه میکنم براتون. باشه. آخه آدم روش نمیشه دکلمش کنه. چرا؟ میگه میگه کوشی موشی شیمپل شفتالو شوپولی شیمپل کوالوالو. و همه تو ایران اینو حفظ بودن ولی هیچکی درست حفظ نبود. هیچ کس، یعنی مثلا بعد مثلا 20 سال 25 سال مثلا طرف میگه آی آقای رادش من عاشق اون موشی توشی پشو پشو پول اینو چی دیگه میگفت اصلا شوتی شوتی شیرتالا شفتالو. گفتم آ خیلی ممنون خیلی ممنون. بعد ولی خب یادمه که اون موقع تو عروسی ها میخوندن همینا. آره پس آره. این یه آهنگ فولکلوره. آخه بندری بود، یعنی از وقتی که شما به وجودش آوردید دیگه میخوندن. آره دیگه، اون موقع تو عروسی ها میخوندن. آها یعنی شما اختراعش کردید راه افتاد رفت تو عروسی ها. آره خب ریتمش بندری بود، جواب میداد. آره دیگه باز ببینم عتی. آره کوشی موشی شیم پلش هف دالو لیره تکلیب اینجوری بود دیگه. آفرین آفرین. آره خوراک عروسی بود. آره خدایی. آره. الان که بکنم خوبه. فکر میکنم تست گیریم یا در حال یه کاری هم هست. درسته؟ یه نقشه، یه نقشه که حالا این باید حتما این ریشه خیلی بیشتر باشه از حالا نگم دیگه، ولی واقعا برای یک کار سینمایی انشالله. او به سلامت. آره خدا بخواد. به ما خبر بده ولی زودتر. حداقل اکشن خصوصی چیزی. چش. قربونت برم. زنده باد. خب آقا شما آدم خنده روی هستین به نظر خودتون؟ نه. خنده رو؟ نه نه. من خوش خنده مثلا یه جایی مثلا
خوشحالن دیگه. به نظرم نه خیلی خوش نه. یه دی میگم. میدونم. من مثلا اون پشتم این همکارتون میگه آقا چهزر با مزه اینا من اینجوری شدم. یعنی چی با مزه؟ من واقعا بلد بودم همکاری میکردم ولی واقعا بلد نیستم با یعنی یه کاری کنم با مزه شم. مثلا شده یه نفر بیاد بگه آقا شما خیلی اونقی فلان برام هم چیزی مثلا برعکسشو بگن؟ نه یه بار یه عزیز گل افغانستانی اومد به من گفت خیلی دوستم داشت واقعا خیلی دوستم داشت از تای دل به من گفت شما خیلی مسخره ای اون یعنی آره یعنی کمدین گفت من دوستت دارم و بغل کردم گفت خیلی مسخره ای که منظورش بود که خیلی کمدین مثلا کمدین خوبی ولی اون نوق نه ولی مثلا میگن چون انتظار دارن مثلا من خیلی خنده رو باشم که اصلا تو ذاتم نیست و میدونی خودشو میگیره اصلا من بلد نیستم خودشو میگیره اصلا تو کت مثلا تو ذات من من واقعا گواهی میدم که خودشو بگیره اصلا نداره اصلا بلد نیستم یعنی ببین تای با کلاس بودن من 10 دقیقه است. آقا رسول جان جان یه سری صدا رو من نام میبرم نه که در بیارم نام میبرم مثلا میگم صدای فلان چیز خب بعد شما چیکار کنید واکنش و احساستون رو نسبت به این صدا بگید. صدای اسب. وقار. آفرین. چون خودم هم اسب آتشم ولی وقار ندارم ولی طالعم و اینجا که دیگه آذرمایی اسب آتشم. آذرمایی است. همین روزا تولدتون بوده. آره گذشت. مبارکه. دورت بگردم. 12 آذرم دیگه. 12 آذر. به سلامتی. ان‌شاءالله 100 و خورده ای سالگی تو با هم جشن بگیریم. جونم. خب، عرض کنم به حضورت که صدای بعدی. خروپف. خروپف. لج. لج منم اذیت میشم. روز چه صدایی خیلی رو مخته؟ صدای موسیقی با صدای بلند مثلا مجبور باشی بشنوی. آره اصلا موسیقی با صدای بلند رو نمیفهم درک نمیکنم. هر چی هم باشه هر چی نه ولی یه ذره موزیکایی که حالا بیشتر حالا نمیخوام چیز کنم موزیکای غربی با صدای بلند خیلی بیشتر اذیت میکنم. من بیشتر شرقی پسندم مثلا تاجیک، افغانی، هندی. آره مثلا موسیقی مورد علاقه هم ایناست یعنی اینا به حال خوبه. چه جاله، باحاله. ولی اونا هم اگه صداش بلند باشه از صمیم میکنه. آخه صدای بلند بعد نه خیلی دارم. آخه من نسبت یعنی من هر جا میرم میگم همه دارن لذت میبرن جز من. نه جدی میگم. آخه بعضی وقتا مثلا میریم سر یه برنامه‌ای بانده مثلا کنار آدم افتاده. هر جا دعوتت میکنن ردیف جلو بدتره. من نمیدونم این ردیف جلو وی آی پیه چرا بدتره. یعنی تو میشینی جلو اولا که زیر بغل خواننده رو کلا میبینی اینجوری. خب صدای بعدی احساس تو بگو. شکستن شیشه وقتی کنار همون پنجره باشی. ترس ترس شیشه منو فکر کنم یاد بمبارانا و موقع جنگ و اینا میفته. آفرین ترس چون بچه بودم. اوه یادم اومد. من البته شخصا یادم نمیاد ولی یادم اومد از چی داری ما خیلی بیشتر بودیم. الهی دورت بگردم. ترکیدن بادکنک نزدیک صورت. خب الان نسبت به این صدای بادکنک نزدیک یا خود بادکنک گفتید صدا. یعنی چی؟ سوال یکم پیچیده شد. آقا بادکنک جلوی صورتت میترکه. خب چی میشم؟ احساست چی آره؟ احساسم این دیگه هم صداش بلنده هم خودش ترسناکه. بذارید تجسم کنم. چندش خیلی بده. خب حالا نسبت به موقعیتی که از الان میگم محبت کن چون نصرالله واقعا که بهترین است تو این چیزی که میخوام الان مطرح کنم. میمی که صورت تو میخوای. خب نسبت به چی؟ نسبت به چیزی که من میگم الان. سخته. خب نمیدونم. ببین اسمش که میاد یه حسی پیدا میکنی دیگه اونو میمی که شور انبه انبه دوست داره اولین میوه زندگی. جدی؟ وای وای دیوانش میشم. من هنوز سفت و سخت میوه و سبزیجات نه سفت و سخت نه ولی خب حالا یه مدت بدنم سرد شد دیگه یه دوران خیلی محکم پیگیری میکرد. آره. خیلی دوباره شل شده بود دوباره. وای انبه نگو انبه نگو انبه که تمام. خب بعدی بادوم. بادوم یه کوچولو باید یه کاری باش بکنیم تا من خیلی خوشم بیا. من بادومو میذارم توی آب خیس میخوره. خب مغزشو حالا مغزش یا اینایی که پوست کاغذی پوست کاغذی هن خیس که میخوره
دقیقا فهمیدم. یعنی میمیرم براش. ولی انبه هیجانی میشم. انبه اصلا؟ انبه یعنی مثلا یه نفر میاره میگه انبه برات گرفتم. اون آدم ها تا مثلا یکی دو روز نوکرش هم خیلی دوست دارم. حالا احساست به... اون دکورتون هم یکم اونجا شبیه... رنگش یه نمه میزنه یا من اشتباه کنم؟ اصلا انبه ایه. انبه ایه؟ فکر کنم. خانوما بگن. آره؟ انبه ای داریم اصلا رنگ انبه ای؟ بله. قربان انبه ایه. انبه ای. الان که دارم میبینم صندلیاتون هم انبه ایه اینگار. نه نه نه. الهی بمیرم. آره؟ اصلا فصلش هم نیست. نه نه. دلت کشید اصلا. یه دست بزنید از این بس خارجم. آقا نسولا. جان. میمی که این کلمه رو بگو. مسافران. های 61. ای جان. یادش بخیر. میدونی که ما مسافران یه سریالی بود که یه گروهی از فضا می اومدن زمین دیگه. آره. بعد ما تقریبا میشه گفت ادامه‌ش رو رفتیم ها اومدم. آره. دیدیم دیگه. آره. یه روز روزگار مریخ. آفرین. چندی مثلا چند صد سال بعد بود. بعد تو که مثلا 61 بودی اون زمان، ربات زمان ما دیگه 67 بود. آها. چند مدل بالاتر شما؟ کی بود رباته؟ ربات نه بذار بگم. بگید. بهادر. آها. بهادر عزیز بود. آره. خب مسافران رو گفتی، این یکی از محبوب ترین نقشه‌ای بود که فکر کنم بازی کردیم. باغ مزفر. میمی کش که دیگه باید با یه جوری استایلش رو بیان دیگه. آره؟ نه ببین شنیدیش الان اینه که من گفتم دیگه. شاید مثلا میمی که دیگه حس خوبه بهش یا هرچی. بح، یادش بخیر. آخه یعنی. آفره. آفره. گرفتن شد برد. خیلی سریال خوبی بود. مخصوصا ویدیو چک. درخواست ویدیو چک که میدادن یه روب میگشت. نه اصلا چیزه با اینکه خیلی بدجنس بود، حیفنونه با اینکه بدجنس بود ولی دوستش داشتن. خیلی تفلکی بود. برای من اوله. آره. همه نقشات. آره اون خیلی خیلی, خیلی بار بود. دمنوش های طبع گرم. اوه من که دیگه قشنگ الان که دیگه خیلی مرتب. آه این هم میمیک داره؟ قبل خوردن این؟ وقتی دارم میارنه. چون خیلی با اینجوری دقت میکنم. خیلی خوب. که ببین آخه چیز میکنم. خیلی میشکافم. تحلیل میکنم. میپرسم. چیا خوبه؟ طبعت چیا گرمه؟ به سیب خیلی خوبه. به سیب میتونم طرز تبخش هم بگم. یعنی به و سیب؟ به و سیب نگینی میکنی اندازه های خود را دیگه بخوای درست کنی. یه چیز حیولا. خب بگو چیز اندازه نگینی میتونم همه مثل من نه همه رو یه اندازه لطفا یه اندازه بعد دالبر بزنیم آره خوشگل خب آره. بعد کف مایتابت اصلا چیز نریز روغن نریز بنداز هفتش بده میره رو به قهوه‌ای نه سوزه فقط بله 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 اینجوری, نش... اینجوری نشه قهوه‌ای خب بعد حالا اینو بریش توی ظرف دمنوش درست کن میرم اصلا دیو به... بعد به هر طبی هم میسازه به هست الان آره متا به اوسیب فکر کنم خانوما بهتر بلدن یه جا نباید ریخ یکیشون زودتر جدا جدا ها به یکم سفتره درسته سیب زودتر قهوه آره آفرین آره بهو اضافه میکنه آره وای چه دمنوشی بابا دمت گرم به لیمو اینا هم که ولی به سیبو برو آقا میرم تو کارش به سیبو برو ولی اصلا... گرمه دیگه گفتی ها آره دیگه خیلی خیلی انرژی و همه چی عالی و خوشبو و خوش عطر بسیار عکس داریم خب چیکار کنیم تو دربارش صحبت کن باشه ببینیم کیه آخه این زمان ما کرمان دیگه اینجا آفره. که بعد از چیزه خدا رحمت کنه آرش و عزیز دلم بعد از پرواز 57 یعنی قبل از ساعت خوش که ما همه میرفتیم و هنوز ساعت خوش شروع نشده نه 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 این قبل از چیزه که ما توی پرواز 57 کار کرده بودیم و آره اینجا ما موقعی که پیاده شدیم تو کرمان بودیم موقعی که پیاده شدیم دیدیم مردم اینجوری میکنن اولین بار بود آره اولین بار بود شوکه شدیم مثلا آره نمایش بردیم کرمان فکر کنم اولین شهری که ما اجرا اصلا اجرای زنده اگه اشتباه نکنم توش داشتیم همین کرمان بود خب این چی اینکه دقیقاً تو حیات توی زمان ساعت خوشه که توی این دقیقاً تو حیات امیرآباده اولین لوکیشن ساعت خوش امیرآباده همین خیابان کارگر آره آره روبروی پارک لاله
اونجا فیلم برداری می‌کردیم. آره سه تا لوکیشن داشتیم. اون اول جنوبی. اولین لوکیشن. زنده باد. یه خونه ای بود. آره آره آره. خب 72 و 97 این عکس رو ساختید دوباره. خب این که مال گل بلبله که با هم کار کردیم، اونم من واسه شاباشم. کار کودک، اونم که مال همون کرمان دیگه. یادش بخیر. هنوز یاد نگرفته آره. بودیم نباید با زیرپوش عکس بگیریم. تو که زیرپوش نداری؟ نه نادر رو دارم به شیکه میندازم. نادر. تو نمیدونی اصلا باورمون نمیشد. آخ چی خبری نیست مثلا. میدونی چی میگم؟ آره. نمیدونیم ای هنر مثلا کاره گرفته دیواری الی فلان اینجا هنوز مشهور نبودیم. ببین باورمون نمیشد مثلا میگفتیم شاید سوژمون کردم بابا چه مشهوری. مثلا یهو بعد دیدیم چند روز رفتیم توی پارک پیاده شدیم بعد اون تبلیغ میکردن نمایش فلان با توسط بعد یهو دیدیم 2000 نفر آدم جمع شدن. یادت به مجرد خونه نمیدن هنوزم نمیدن میدن راحت‌تر شده نه راحت‌تر شده. من آخه خودم مامانم برام اجاره میکنه خودش میره. تو مگه مجردی؟ آره مامانم میره میگه مال خودمه. بعد مامانم علکی نگو بابا خدا مامانم قرارداد بعد از اونجا دور میدونو میگی من میرم تو خونه. نه بعد دیگه باید قرارداد نمیمنده که خب نه الان دیگه میدونه طرف تو سه ساله نشستی ولی اولش مثلا برای اینکه نگن مجرده البته نمیدونم شاید هم دیگه گیر ندن. من نه دیگه طبق مثلا 20 سال پیش دارم عمل میکنم هنوز. یه بازی کنیم با هم؟ من عاشق بازی هم. آقا اون پاکت ها رو به من برسونید. یه دست به افتخار نصرالله جان عزیز. آقا نصرالله این پاکت ها یه دونه من یه دونه شد. بله. توی پاکت یه کاغذ هست. رو کاغذه یه عبارت یه کلمه ایه. میتونه اسم فیلم باشه، میتونه اسم کاراکتر باشه یا سریال باشه. تو همین هول و هوش میچرخه. من... کافیه یه شخصی که باز مربوط به سینماه. آفرین. حالا بتونه اون شخصیت کاراکتر تو فیلم باشه. آها. 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 مثلا چه میدونم اسدالله خان توی آها. آها. چی؟ پدر سالار. ولی من متأسفانه مدت‌هاست. حالا بریم. نه خیلی معروفن اکثرش. آخ آخ منم خیلی گیجه. بریم. میدونم. بامزه میشه. ولی غیر مستقیم میگیم. باش. بریم. توضیح میدیم. یه فیلم سینماییه. خب. یه رباتی که کم کم آدم میشه. خارجی. خارجیه؟ رابین ویلیامز. نه دیدی؟ اگه دیده بودی همه الان یادت اومد. دیدم ببین دیدم. یه تیکه‌هایشو دیدم ولی مثلا اینکه بشینم پاشو ندیدم. ببین ربات اول ربات خونگی بود. رابین ویلیامز همون بنده خدایی که خودکشی کرد. آره آخرش خودش کشت. کم کم چیز میشه کم کم پیشرفت میکنه علم و اینا. مرد 200 ساله. یادت نمیاد؟ مرد 200 ساله رو کسی دیده اینجا؟ سه چهار نفر دیدن. خیلی فیلم خوبیه پیشنهاد میکنم. واقعا فیلم خوبیه. خیلی. حالا من باید همین کارو بکنم؟ برو. من که بم حالا اگه بلد نبودی چیزش کن دیگه کلمه ها رو اصلا برام بازی کن. یه کاریش یه جوری توضیح بده که بتونم. ها بای رمز و رموز. یعنی میتونم فیلم سینماییه ولی من با یکم با ادا و اصول میتونم. نور چشات بزن خورشید ناخدا خورشید نه گرمه شرجی نور این نور خورشید الان تو رو بگم یا نوره رو بگم شما نور داره بهت میزنه و تو که هستی اون خورشیده با تو چی میگه تو یه مردی پهلوونی مرد آفتابی مرد آفتاباری کرد خب مرد بذار همون جوان هست خب اینم دوباره اینم ببین فیلمه خارجیه خب من آخری فکر کنم ژانرش نوجوان و کودکی ناست خب چون تو برنامه کودکی نام پخشش میکردن خب تنها در خانه مثلا نزدیک به همینه ولی اگه همین بود خیلی باحال بود نه خب نزدیک به همینه همینم سه کلمه است اون وریه دیگه سه کلمه است آره سه کلمه است وسطش هم وسط همونی که گفتی در آفرین حالا چی در چی؟ ببین تهش کلمه سوم یه جاییه که ما میریم چیزای قدیمی میبینی چی در موزه آه؟
فکر کنم داستین آفن هم هست. آفرین. درسته؟ شب در موزه. شب در موزه. شب در موزه. درست گفتم. کی بازی کرده؟ داستین آفن درست بود؟ نه 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 اون اصلا بازی یه چیز دیگه بود. نه اشتباه گفتم. حالا ولی دیدی یه چیزایی یادم پیدا میکنن دیگه بفهمید. آفرین. وسطش همون خوب گفتی ولی تنها در خانه رو. خب. خب فکر کنم با ادا اصول میشه. برو. فیلم سینماییه؟ آها. قلب. دل. آها. دلدادگان. دلداده. 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 آفرین. خوب بود. دلداده. مرد. دلداده ایرونیه؟ دلداده ایرونیه آره آقا. کی بازی کرده؟ شهاب حسینی دل شکسته است. شفیعی جمع فکر کنم. خب. سریال. تو فیلمش موندم سریال. ولی ایرانی. خب. چند کلمه است و اینا میتونیم بپرسیم؟ مثلا اینجوری طولانیه؟ نه میگم. چهار تاست. خب. آخرین کلمه اونجاییه که اگه کارهای خوب کنیم میریم. بهشت. آفرین. حالا یه مقداری تا بهشت. چقدر تا بهشت؟ یه مسافتی تا بهشت. یه مسافتی تا بهشت. 5 کیلومتر. 5 کیلومتر تا بهشت. آقا نسولا بفهم. 5 کیلومتر تا بهشتم ایرونیه دیگه. آره واقعا سریال بود. سریال بود؟ آره. اسمش یه چیزی یادمونه ولی ای چه چیزای خوب و آسونی برای من میاد خدا شد من که فیلم نمیبینم زیاد ولی اینا آسونه خب بذار فیلمه؟ آره فیلم سینماییه عروس؟ آه شاخه گلی برای عروس خب آخری هم میرم که باهوشی ماشاءالله من قیافم مثل خنگاست ولی هوشم بد نیست من دوتاش خنگه حد قربونت دارم نه خب نه برای من آسون میاد یعنی میتونم خوب توضیح بدم امپراتور لطفا منو بکشید خب این چیه دیگه این چیه جمانگ جمانگ آفرین ببین دو سه تا دیالوگ هست تو همه این فیلم ها فیلمای اینجوری هست. همشو میگه امپراتور منو بکشید. امپراتور لطفا منو بکشید. لطفا. بعد یه چیز دیگه لطفا راست میگی. دیگه منو بکشید حداقل با فوش بهش بگو دیگه. آخرای عمرته. یکی دیگه اش هم اینه که چطور جرأت میکنی؟ آفرین. اینو خیلی میگن. آفرین. میگه امپراتور من فلان چیزو میخوام میگه چطور جرأت میکنی؟ آخریا برو. آخریه؟ آره. خوبه که خیلی دیگه ندیده باشیش هم میگی. بگو. چون راحت میشه بازیش کرد فیلم سینمایی شمعی در باد نه باد طوفان آه طوفان طوفان کلا باد برد کلا واقعا رفت برد خیلی خوردش ممنونم به افتخار نسوره رادش خودتون که اینقدر باریم با صفا تم شد این بخش هم شد اینجا نوشته که مثلا تو سوالا نوشته نوشته که شنیدم کم حافظه اید من توی چیزهای خیلی توی چیزهای خیلی قوی حافظه چیا یادم میره؟ چیا یادم میره مکانها که همه دیگه گفتم توی قطع برنامه آدرس ها رو مثلا آره اصلا در حدی که بچگی تا الان مثلا نمیدونم کدوم در اومدم کجا باید برم مثلا تو مثلا زندگی میکردم خونه خانمم گفتم من میوه بخرم میرفتم میوه میخریدم خونم رو گم میشد همیشه اینجوری بودم بچگی ولی حافظم توی یه چیزای خیلی خوبه یکی چهره مثلا زمان جنگ شاید باور نکنید داشت توپ و خمپاره و فلان و اینو رفتم پشت سنگر یه نفر دیگه اومد پشت سنگر در حالی که داریم میمیریم توپ و به طرف گفتم تو سهراب نیستی آبادان بچه بودی شانسی میفروختی تو کوچه ما گفت چی بگی ما داریم میمیریم و من چهرهشو شناختم بچگی خب یا مثلا صحبت مثلا فرض کن الان با شما صحبت میکنم مثلا یه بحثی خب شما جهان بینی تو در مورد یه چیزی میگی من خوب گوش میکنم من خوب میشنوم یعنی یا با کسی صحبت نمیکنم یا میشنومش همینجوری با کسی یا مثلا میگم
آقا من اصلا حوصله ندارم تو این بحثه. بحث یه جای دیگه هم. شما میگی خب یه جای دیگه من چی بگم؟ ولی اگر گفتم آره میشنوم میشنومت. و مثلا الان یه چیزی میگین من قشنگ یادم میمونه مثلا 4 سال دیگه من یه جای میگم تو که دیدگاهت اون بود چرا فلان. یعنی قشنگ آنالیز آره اینجا حافظم تو این خیلی خوبه. یه سوال دارم مثلا میپرسم. خب چیه؟ شما تا حالا ضایع شدین؟ ضایع؟ آره. ضایع که نمیشه آدم نشه ولی چرا یادم نمیاد کی بود؟ ضایع؟ یادم نمیاد. قفل کردم ولی شاید هم اینقدر ضایع شدم یادم نمیاد. حالا اشکال نداره یادت نمیاد. نه دوست آقا با مزه هست. آقا یه بازی دیگه هم میخوایم با هم بکنیم. من برم مقدمات شما آماده کنم. خب با آقا نصرالله اومدیم بازی کنیم. این بطری‌ها یکم آب توشه و این پنج تا لیوان هم که دیگه مشخصه. یکی از لیوان‌ها دو تایی زرده. در واقع اینا پایان این توپمونه. بله بله. خب هر کدوم از ما که موفق بشیم این کارو کنیم که این وایسه این کارو اینجوری با پرتاب وایسه آفرین. یه دونه به سمت مخالف میریم. یعنی من به طرف شما باشم. شما میفرستیش سمت من یه دونه دونه برسه اینجا من بردم برسه اینجا شما بردی 90 سال اینجا برده نیست تر دیگه تر این هافبک این دروازه بانه این دفاع این دروازه بانه بریم 90 ثانیه بعد تو 90 ثانیه هم تموم شد حتی اگه نرسیده بودیم اگه به یکیش نزدیکتر بود اون برنده است. بریم بشمارید ممنون. این بازی خیلی راحته آقا نصرالا جان. بستگی به نفس و تمرکز اصلا معلومه میبره نه؟ من البته تو نفس بد نیستم. تو که بچه دریا و این چیزا بودی دیگه میدونی که نزدیک آب کلا ما کل زندگیمون زیر آب بوده. نه بابا منظورم اینه که تمرین داشتی. ولی من نفسم بد نیست. 25 سالته من دو برابر چند سالته؟ نگو نصرالا من هم 37 سالمه. خب بازم 20 سال من کوچیک‌تره. ای قربونت برم جدی؟ 57 که نیستی که. چرا؟ جونم من. آره ما کلا. یه جوری گفتم چشمه بره دستم شکست. همین خودتو زدی. خب آقا یک دو سه کی گفتن؟ خب. باد می‌کنیم. ما باید با بادی که از این خارج میشه خودمون وارد کرد. خب لیوان رو از سمت مخالف بندازیم بیرون. آره دیگه هلش بریم بیرون. سه بار هر کی بندازه برنده است. رم کن دیگه. من یه بار رم کن به ما. آقا این چه حرفیه؟ بعد بردی آخه اون یکی رو. خب نه دیگه دست خودت نیست ها؟ واقعا دیوونه میشم باید ببرم حتما. بعضی وقتا برعکس من. خب بعضی وقتا با یه بچه‌ام بازی میکنم مثلا کشتی با بچه 5 ساله میگیرم یهو مثلا درخت کم میزنم بهش. بابا نکن. به خدا این اشکال دارم. ولی سعی میکنم نه ما سنت عزیزم. بهتر منم اینطوری بودم. فکر می‌کردم با همیشه بزنم جلو. حالا میگم ببین همه برین جلو. بریم خبری نیست. خب بریم. یک دو سه بگید دیگه شروع می‌کنیم. Thank you.
چیه؟ بادکنک دیگه. نه بابا بادکنک کو. کو. براقا دو هیچ. نه یه دونه داشتیم که زاپاس. بیا زاپاس نه مگه واقعا پاره شد؟ نه فکر کردم پاره شد. من چی میگم؟ خیلی خوب بود. آقا میگه لیوان صاف نبود یکی قبول نبود. نه دارم به من رحم میکنم بابا. نه جدی قانونش همینه؟ نه آقا. ها چون افتاده بود. آره دیگه میگه اینجوری بود قبول نبود. دومی رو میریم. اشکال نداره. همون یک هیچ. مثلا میخوای با کنک میخوای؟ نه داشتم. چیکار داری میکنی؟ الان میبره. بیا. نه خوبه خوبه. بریم. پاش رنگی ببرمش. نه با زهر. نه ریم جر خورد فکر کردم باد کنه. خب یک دو سه بگید. آقا خودش خب حالا دادیم به من رحم میکنی؟ نه نه سلام میگم از سه تا دو تا جو برد اینو من ببرم من باز باختم. نه دیگه آقا یه بازی دیگه که نسولا رادش میبره. بریم بریم بازی بعدی شما وقت توپاتو هر ده تا رو بندازی تو کلاه من میتونی؟ بابا یه چیز دیگه هست این اگه اونم اگه لازمه تا من اونم انجام اونم انجام میده من تکونش میم نندازم. آقا خیلی راحته بدون اینکه دستمون به توپ بخوره بعد توپ بره داخل لیوان. اونا رو نگفتی راحته چپ و راست هم کردی اینو میگی راحته. بابا یه فوت برو 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 یه دونه اینه دیگه مثال اینو میذاری خب راحته پنج تا رو هر کی زودتر تمام کرد برنده باش. حله حله یک دو سه بگن. خب نسا تو یه دست من یه مدلی یه دست تو جیبته بابا من شیش تا چهار تا پا و چهار تا دست هم بودم بیا دیگه انرژی بذار بذار دقیقا اینجوری کنم بگن دستش عباسش نه یه دستش والا بریم سب کن خب نه دارم تمرین میکنم خب تمرین کن تو از روز اول اینجا اومده قرارداد بسیار نه بخوا من اولی تمرین کردی خب خب بریم بشمارید تمام آقا این سری چیز نشدن یه سر آبرومند باختن یه بار همینو با تخم مرغ انجام بدیم. هر کی اینجوری کرد جوجه در اومد داره. ببین آقا من امروز باختم دیگه. نه رسول الله به خدا به خدا اگه بهم ترحم کنی. نه بابا چیکارت دارم من که من اصلا نمیتونم اصلا نمیتونی ترحم کنی؟ نمیکنم حتی چه پلنگ تیز دندان چه اردک نه آقا نمیکنم. بریم بریم خب بار دومه یک هیچ به نفع من همه با هم بشمارین نه همه با هم درستش مارین یکی یک آره خیلی سریع یه بار دیگه باید بریم بریم دست به افتخارش آفرین آقا برنده شما داشتید فوتبال بازی می‌کردی میگفتید این گل آخر هر کی بزنه برده مثلا آره دیگه آره خب بریم این همونه نه ولی خدایی نمیخوام بهانه بیارم این کته خیلی تو مخمم چون من میدونم. اصلا اصولا یه آدم اصلا دو سه بار نه من دو سال یه بار کت میپوشم چون آدم شلخته ایم بعد کت اصلا توش غریبم من همینطور آره میدونم. اگه با دشتاشه بودم همه بازی ها رو میبردم. بریم بشماریم تو که کچل Ha 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 ha
سلراده. قربونت برم. مرسی بابا، نمیخوایم جا جمع کنیم. آقا خیلی ممنونم. بیا عزیز دلم، میتونی اینجوری بزنی اینطوری بره تو؟ من فوتبالم بد نیست، من میتونم قیچی بزنم با اون قیچی؟ ماشیف دارم، اینا وسایل دارم. الهی من فدات بشم، من خیلی دوست دارم رسول الله عزیز و دکه خوش قلبای او دارم به خدا تعریف واقعی میکنم ازن. نه احساس چیز دارم قهرمانی دور بدارم. آره و منو من باختم، بعدم باختم. خیلی خوش اومدیم آقای کلی. تمرین کن جش. من تمرین میکنم، خودم رو قوی میکنم. خیلی خوش اومد. خدا بزید خدا خدا تموم شد. خدا بزید. نه باید خدا بزید این قسمت. آه تمرین قبل چی بود الان برای خدا؟ آه این قسط قاسه. آه خیلی ممنون آقای رادش که امروز لطف کردین. واقعا معذرت میخوام. ولی خوبه خدافظی یک تای برام پیشنهاد میدم اینجوری کنی. ما اگه شبکه اینا ایراد نگیره چه خوب. نه شبکه خیلی استقبال میکنه. دست در نکنه آقا نسلا جان. خب فشار نده دیگه. الان چه محکم گرفتی. خیلی ممنون به افتخار تاج سر برادر بزرگم نسلا قشنگم. ممنون. اگه جمله ای داری به اون که بریم. جمله آخر، جمله آخر، اونا رو میبینی اونجا قرمز و سفید و اینا؟ من میتونم اینطوری با اینا رو بندازم تو لیوان؟ آقا بریم. حتی با صندلی ها هم میتونم این کار بکنم. باش کی بود گفت بذار ببره؟ الان دیگه بله جنبه میخواد برندشن جنبه ندارم. شاکریم قربونه. زنده باشید. بازم مرسی بزنید. ممنون. خیلی خوش اومدی. قربونت برم. بفرمایید. شکرید. نصرالله رادش عزیز دلم خیلی خوش اومدی های رادش. ممنونم. مشکر. تشکر. خیلی مخلصی. اسم آیتم اون چای با مهمانه. شما چای خور نیستین، آبجوش آوردیم براتون. آره چای آخه بگم. آره. یا شما یکم بگو که من بگم. چای مقداری شاید برای همه خوب نباشه و سردی و اینا. نه آره من سردی داشتم. سردی بدنم خیلی بالا بود، سودایی بود. دیگه ترک کردم چای رو. آها. دستم مثلا بالا نمیومد از بیجونی. آها الان دوتاش بالا میاد. سودا هم ها خوبه دیگه. خوبه. پا من بالا میاد منتها بی ادبیه پام بیارم. نه آقا فهمید. بیسکویت چی؟ بیسکویت هم من شدید؟ ببین من نشدم. من این چیو کامل من نمی کنم چون آدم میگن که هر چیزی رو بند کنی حریص‌تر میشه. خیلی خوبه. یه دهن برامون میخونین؟ الان آبجوش آوردیم موقعیت هم فراهمه. بخونم؟ آره. چی بخونم؟ هر چی دوست داری. نه آقا من خواننده هم مگه. حالا یه شش شد. چرا برنامه تو مگه نمیخوای خوب بشه؟ چرا؟ چرا میخوای من بخونم؟ از کجا میدونی بد میشه؟ خب بخون شاید خوب شد. آخه صدام. آقا من دوست دارم شما بخونی اگه. شما دوست داری میخونم. عزیز. ولی قول نمیدم خوب بشه. نه آقا خوب میشه. یعنی بد شد احتمالاً ناسزا. نه در نه بذار ناسزا بگم ولی برای شما ناسزا. باشه. قبوله. خیلی داغونه. دیگه نمیتونم بخونم. با چی بخونم واقعا؟ نمیدونم یه چیز یه تو دارم قلقلیه رو با آواز بخون. نه بذار بندری بخونم. بندری بخون. آخ جان. ما میرم به بندر. ما میرم به بندر. سید سوغات بیارم. مثل موجه دریا. دائم بیقرارم. ماهی چه پایه. دیگه چی پس؟ انقدر خوب داری میخونی؟ حالا ماهی دلمو خوبه، خوبه دیگه، خوبه؟ دیگه آره خوبه، خیلی خوبه. اگه کسی جنس شناس باشه میاد تا کننده ها میان دیگه. آره. هم یه تیکه خودش از این به بعد آره دیگه من بیشتر بخونم دیگه الکی نباید خرج کنم. یه جوک بامزه برامون تعریف کن ایرادش. وای من خرجی آدماییم که واقعا با همه چی کمدی خودش پیش بیاد. بلد نیستم. حفظ نیست یعنی از این کلیپ آدمایی که اصلا من کلا
تو زندگی طبیعی معمولا میشه گفت برج زهرمار هم مثلا. آره آقا اینجوری نیست. نه به خدا. نه. با پیش بیاد. الان یعنی داری با ما مدارا میکنی؟ نه. پس چی دیگه ما که دیدیم چقدر آها. حالا پیش اومده خودش درست شد. میسکریم باید درست کنه. بله. کاری نیست من میشینم خودش اومد اومد نیومد نیومد. ببخش. ولی جوک یه جوکی میگم که اولین بار شنیدم خیلی خوشم اومد. یه استایل جوک جدید بود حدود 3-4 سال پیش که میگه یه از این نوع جوکای بهش میگن ابزورد یا پیشرو یا نمیدونم چی مدرن خیلی مدرن که مثلا این جوکای این تیپی رو من خیلی دوست دارم با اینکه جوکای کلاسیک هم خیلی دوست دارم ولی اینم دوست دارم که یه بامیه میاد به مادرش میگه مامان میتونم برم تو کوچه بازی کنم بیام بعد مادرش میگه برو ولی زول بیا ما اصلا آیتم این مدلی داریم از این میشینیم از این جوکا میگی خب اینا جوکای نسل تقریبا جدیده نسل ما نیست خیلی از هم نسلی های من مثلا یه جوکی همسنای من این جوکا رو براشون بگیم میزننه نه که تو کار نمایش رو لوس لوسه ولی بازم بامزه من خیلی فکر شده است خیلی فکر شده اگر لوسه که بیا بساز یه دونه دیگه هم داره دیگه میگه تو خونه میخواسته بره مادرش بهش میگه برو ولی شب زود برگرد شونه آره به جای خونه آفرین آره این خوب نبود اون نه خوب بود بعد گفتم فاتحش خوب نبود چون خیلی کپی اون بود آره شبیه اون بود نگرفت مثلا شما اگه اینو اول میگفتی بعد من اونو میگفتم بلایی که سر تو اومد سر من میومد دیگه تقصیر شما حالا یک دو تا هم هست حالا الان نمیشه پخش که قابل پخش بعدش میگم قابل پخش نیست قابل پخش نیست اصلا ولی خیلی خوبه ازش عبور میکنم بچه ها فهمیدم میخوام چی بگم آقا محبوب ترین کاراکتری که بازی کردین چه محبوب برای مردم چه محبوب برای خودتون کدوم بوده فکر کنم ایفنون باقا مزفر آره خیلی کاراکتر بامزه من 61 رو هم خیلی دوست دارم تو مسافران و همیشه آرزو داشتم که یه 61 داشته باشم بزنی پشتش پول بده و اینا خیلی پول بده آره به شهر خراب بودا نمیداد همیشه آره اکثر معمولا لنگ میزد یه شصتی که خوب ان خدا قسمت ان شاء الله آقا دم شما گرم شاکر. من خیلی کیف کردم با شما همیشه عزیزم خیلی محبت کردین اومدین ان شاء الله در ادامه برنامه هم بهمون خوش بگذره دیگه ان شاء الله مردمم کیف کنن بریم بخش بعدی رو ببینیم چاکر عزیزم خدا شما باشه بگو بخند خیلی ممنون خب اونایی که خیلی بهشون خوش گذشته یه دست دیگه بزنن لطفا مرسی حالا اگه مثلا این همه آدم اینجا نبود بعضیا میگفتن که نه از قبلش هماهنگ کرده بودن دمتون گرم طبق خب شاعر طنز پرداز قومی که دوره گذشتم توی بگو بخند شرکت کردن خیلی هم درخشید و خوب بود و اگه دیده باشید شعرهای عربی فارسی اصطلاحا بهش میگن ملمع که دو زبانیه میگفتن و خلاصه پسر گل حسن رحمانی نکو برامون شعر میخونه استقبال سلام بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و حضار توی سالن و آقای روا خیلی خوشحالم که مجدد این فرصت نصیب من شد خوش اومدید تا اینجا خدمت شما باشم ننم صدام کرد و در گوشم گفت من و بابات 100 سالمونه پیریم تا زنده ایم بیا برات بریم ما دختر همسایمونو بگیریم خداییشم خوشگل و بامزده بود فقط رو صورتش دوتا زیگیل داشت بالای خط لبشم یه خورده دختر همسایه ما سیبیل داشت همونجا گفتم ننه قلبم تاپید خیال کنم که افتادم تو دامش آستینا و بزن بالا که خیلی دختر همسایمونو میخوامش بله. فردای اون روز از ننه پرسیدم ننه قرار خواستگاری کی شد گفت واسه هفته بعد میذاره ایول دختر همسایمونم اوکی شد ولی ننه اونا کجان ما کجا خودت بیا روسری تو قاضی کن ولی ننه اونا کجان ما کجا خودت بیا روسری تو قاضی کن نمیدونم خودت میدونی یه جور دختر همسایمونو راضی کن توفم نمیندازن کف دست من نگاه کنن اگه به سرمایمون
برای من پول و پله مهمه، یه خوردم دختر همسایه‌مون. ننه به هم گفت که هوامو داره، به جون بابای طرف قسم خورد. یه هفته بعد و قبل خواستگاری دختر همسایه ما باباش مرد. ننه به هم گفت که هوامو داره، به جون بابای طرف قسم خورد. یه هفته بعد و قبل خواستگاری دختر همسایه ما باباش مرد. چهلم باباش تموم که شد زود، ننه واسه اجازه پا پیش گذاشت. چهلم باباش تموم که شد زود، ننه واسه اجازه پا پیش گذاشت. سیبیل که داشت اون به کنار، واسه باباش دختر همسایه ما ریش گذاشت. اینجوری که بوش می اومد گمونم چهل تموم می شد، می رفت تو سالش. ننه منو کشید کنار، بهم گفت دختر همسایه رو بی خیالش. تقصیر من بود یهو عاشق شدم، چشم و گوشم یه خورده کور و کر بود. ننم که زنگ زد خونشون فهمیدیم دختر همسایه ما پسر بود. خون جلو چشمامو گرفت و گفتم من دیگه عمرن سر جام بشینم، کلشو میکنم اگه تو کوچه دختر همسایه‌مونو ببینم. مردی که شکل زن کنه خودش رو چنین نشه، خیال کنم چنان شه. والا با این آرایشا بعید نیست پسر همسایه‌مونم مامان شه. خودتون تشویق کنید. خب خیلی ممنون حسن جان. برای شعر بعدی اونی که پارسالم خوندی خیلی قشنگ بود. خب تکراریه. نه درباره اشکال نداره بابا. قند مکرر قربان. بله بله. بله قند مکرر رو شنیده بودی؟ آقا بیشتر تو انجمن شعر و اینا میگم. بفرمایید. آنور العالم همه بچل ننه مامانیه، اینور العالم تیل عقد سر پیمانیه، بحثنا فی شعر تنزن وضعتون ایرانیه، از مشاکیل تزاویجن در این دورانیه. بله. نصف پیپل مردم یخوز و زن بحر تو. شما ترجمه کن زیرنویس برو. نصف پیپل سختر شد های رو نصف مردم یخوز و زن زن میگیرن، ما بقی تکمیل آن نصف دگر ایمانیه. برای اشاره داره به حدیث. بله. الشبابو زلفکونه وزوزونه جلجلون. بله در جوانی زلفاش اینجوری بوده. وز اهم الافتضاحون فکرتون داغانیه. بله تو فامیلاتون هست میدونی چی میگه. اولون شرط و رجل حتماً هو و شغل الپدر، فادرون بازاریون مشغول فد دکانیه. آره باباش باید بازار داشت باشه. من شروطن افتتاحن در به منزل للرجل، میگه از شرطه که در رو مرد با میکنی فی یکون الدست کارت خدمت پایانیه. آره نه به من سربازم، سربازم خوش بود. الرجل فل این شرایط وضعیت اتقلق. آره پشمی به کلاش نیست. الرجل فل این شرایط وضعیت اتقلق. اتقلق لم یعاخذ مطلقا زن لوح و دیوانیه. دیگه چون دیوونه هست. البناتو انتظارون راکبون اسب و سفید. میگه دختر اسب سفید میخواد. ابیز و موها ولم یتی و با پیکانیه. میگه روشن میکنم موهاشونو. نه موهاش سفید میشه حتی. من نه شما ترجمه نمیتونه بکنه. نه دفعه خراب نکنه. ببخشی خودش پیر شد. ببخشی آقای روال تشریف کنه. قربونه گفتی ابیز و ابیز سفید روشن شد. من فکرم زرد عقدی منظورشه. مهری خیلی کثیرون الحدود الپول خون النتیجه حبس فلبند الاوین زندانیه، الحساب و جاریات البانکیات الپرپولات شهرتون گوگولی تر من یوسف الکنعانیه. البناتو الیغولون الجواب الخاصکار درس باید تا هناکی خان که امکانیه. آها بله چیز کرده شرط خانواده تا دکترا فیرشتتون از چرت و پرت.
یقرعون الدرس حتی ترم تابستانیه. یه چیز رومخی دیگه. البناتون دیز من ریسکون شدیدن اجتناب لا یکونون مطلقاً فلحال پشتیبانیه. اینو من ترجمه نمی کنم راستش. الپدر المادر و اینجاش دیگه خیلی عربیه، اینو ترجمه کنید. اوکی. الپدر المادر و الدوست الخوب من ازدواجون را یواخذ بر شباب آسانیه. بله امیدوارم که همه پدرها رو بر جوان ازدواج آسون بگیرید. باریکلا. خیلی ممنون. زنده باشی. حسن عزیز خودش پدره و بچه‌ش هم ماشاءالله بزرگه. ماشاءالله الان یه 5 سالش 5 6 سالش باید باشه. زنده باشی پدر شاعر هنرمندمون رو تشویق کنی. و اینجا هم خیلی پدر مادر داریم. کسایی که خودشون پدر مادرن دستشون رو بالا بگیرن، تو جمع ما هستن. خیلی خوش اومدین. تاج سری. ای با شما هم همینطور قربونتون برم. به افتخار همه پدر مادران. مخصوصا اینا که هستن. ممنونم ازت. زنده باشین. فقط روا. اگه اجازه بدید من می‌خواستم از همسرم بله تشکر کنم. این سال‌هایی که من بالاخره دست به قلم می‌بردم این فرصت رو به من میداد که من تو خلوت خودم بالاخره بشینم و ساعت‌های زیادی روی شعرام کار کنم و می‌خواستم ازش تشکر کنم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم بدرقه‌اش کنی. خیلی ممنون حسن جان. خب. خیلی ممنون. خیلی ممنون. همگی دمتون گرم. فقط حالا که یاد کردیم از پدر مادرها فاتحه هم بخونیم به روح پدر مادرایی که آسمونی شدن حالا تو دلتون. و اگه پدر مادری هست که الان در دسترس میتونه باشه ولی ازش دوریم بهش برسیم، چون فرصتی که دیگه به دست نمیاد. اینو واقعا دارم جدی میگم. ممنون که نخندیدین. دست بزنید برای خودتون. بریم ادامه برنامه. خیلی خوش اومدید به این قسمت از بگو بخند. در این قسمت حاضر جوابی رو داریم با مصطفی، محمد علی، حنیف، علی اسدیان. میریم سراغ بازیگرامون. این بازی 4 تا شرکت کننده داره. سلام. میتونن تک تک شرکت کنن. طبق حالا چیزی که داور میگه دوتا دوتایی یا سه‌تایی یا 4 تایی امتیاز داره این دفعه. داوری میشه و این بازی علاوه بر 4 تا شرکت کننده یه داورم داره و مهم نیست کی بهتر عمل میکنه، مهم اینه که کی بدتر عمل میکنه. آره اونو پیدا میکنیم و مجازات داره. یعنی هر کی ته بمونه جریمش میشه. آفرین. اینجا ماکارونی نیست که خوشمزه شه تهش. بله اینجا جریمه چیز مجازات. یه لحظه فکر کنم پلیسم. سلام پلیس. دست بزنید به افتخار خودتون. بریم. حرفایی که تو هواپیما به هواپیما روبا نباید بزنید. خب هواپیما روبا داریم، شما تو هواپیمایید. یه نفری هم هست. علی آقا بفهم. هواپیما روبا آقا یه لازم میاد. نگاه به ما گفتن که این صبحانه با آژانس مسافرتیه. حالا که شما هواپیما رو دزدیدین شام و نار شما هستی میدین به ما. آه، مرسی. هنوز درگیر قضا. هنوز تو آیتم قبل. از زمانی که میشناسمش نزدیک به 6 ماه گرسنه است. درست. هواپیما رو دزدیدی دیگه، درسته. امکانات هم داری، اصلا همه چی داری، درست. ببین من از این مهماندار خوشم اومده واقعیتش. خب یه جوری تهدیدش کن، بگو اگه با من ازدواج نکنه با تیر میزنیش. همه چی آوای آقا یه لحظه ببخشید، این شما که هواپیما رو روباییدی، این از بالای خانه ما که رد شدی میشه این زن و بچه منم سوار هواپیما کنی. اینو تا حالا سوار نشدن دور قرآن. یه تنابم بدیز اینو تنابم میام بالا. برو باری کن. ببخشید من فقط یه سوال دارم، میشه اون زمانی که ما مرز رو رد کردیم به ما اعلام کنه ما یه تعویض ریزی داریم انجام بدیم؟ ببخشید. حالا حنیف 6 مام 6
5 علی، 7 مصطفی. باریکلا. آفرین. خب تو ظرف عاجل چی میگذره؟ اوه تو ظرفن الان. بله تو ظرفی. حنیف چی شما؟ پسته در بسته. آه. اجازه بده، اجازه بده. پسته خندان. دیگه گفتن آدم مصطفی وووووش آجیل باید بشی. ووش چیه؟ ایش سامورای تخمه ژاپنیه؟ نه شمشیریه. من شمشیریم. خوب بود، خوب بود. سلام کرده های بادو هندیه. خوب بود. اوشو کرده هیدا تخمه ژاپنی. اوشو دا تخمه ژاپنی. بله تخمه ژاپنی البته اشتباس دیگه. مال کجاست؟ جابان. جابان آره مال خراسان. و خراسان خراسان. از نظر بنده تو که پسته شدی 8. خواهش می‌کنم. تو شمشیری شدی 7. بله. علی چی شد؟ کرداه سلام کرداه هندی 8. تخمه ژاپنی. تخمه ژاپنی 8. بس تو 6. میشه رفتی دیگه برنگردی. باشه. تمام. خب بریم بعدی. بیا بیا دارم. یا خدای مهم. آقا شما پرستارین؟ کیم؟ پرستارین و متوجه شدین قرص دو تا از مریضا رو جابجا دادید بهشون. این تو فامیل ما اتفاق معمولیه. الان ببین پسر جان شما چیز خوردین؟ قرصتون خوردین؟ بله بله خوردم. اتفاقا قرص خیلی خوبی هم بود. راحت تونستین یعنی خودتون به تنهایی تونستین؟ فقط بگی من میخوام بدونم که بله نگاه قرص بزرگی بود ولی به معنی گذاشتم خودش لیست خورد رفت پایین. خب حالا من مریض. بیا. خسته نباشید. الان اوضاع احوالت چطوریه؟ خوبی؟ علاج دکتر خیلی خوبه. آره فقط اینکه فکر می‌کنم بد عمل کردی یه ذره. نه عمل خیلی با موفقیت انجام شد. بذار من نه فکر می‌کنم که عصبامو یکم جابجا زدین ها. عصبات کاملا یعنی درست. یعنی پاها رو بس کردین دستا دستا رو زدین به پاها. نه نه کاملا درست عمل کردین. برعکس دکتر. می‌خوام امتحان کنم. بله دکتر. تا واقعا باورت بشه درست. بله. یه لحظه بذار باشه. دکتر اینجوری شده نمیدونم چرا. این وحشیه. در واقع میزنه مریض احمق. نه ببین دستا واسه شو به پاپا واسه. چی ربطی داشت که ما یک لحظه بذار ما دستت تس کنم مثلا؟ دست بخوام تا. دستت. بعد جای کم وایسین ببخشید. آ راست میگی. هم میپره. یک لحظه یک لحظه واسه ببخشید. مزنه این وحشیه. بس بس بس. زدی و بخوری. دیگه دیگه پوش که نده. آفرین. خسته نباشید. سلامت باشید. بیمار تخت شماره 7 درسته؟ 11. 11؟ بله 11. من تزریقات شما رو که انجام ندادم. من 5 دقیقه پیش پرستار رو من تزریق کردم. الان حالت خوبه؟ عالی عالی. عالی عالی. خوبه خوبم. پا شدی رابری؟ نه دیگه. ولی الان یه ذره احساس میکنم که باید برم سرویس. اجازه. پاشو رابو رو ببینم. اوکی یا دکتر همه چی خوبه. خب خداحافظ. من مریض. یه واکسن دارم برای این کوچولو بذارم قربونش برم. آره خیالم راحت بشه از این. باشه الان میام عزیزم. آره 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 بذارم سری اومدم. آره قربان شما باید طول سگتون رو میگرفتین تو دستتون چرا پایین داری نازش میکنی؟ تا آخرم تزریق شد. چیزی نیست این عوارض واکسن خیلی زود برطرف میشه. الان خوبی؟ نه میخوام خیالم راحت بشه که خوب دست بده دست دو دست میده دست میده. آفرین آفرین. آروم باش چیزی نیست. آروم باش چیزی نیست. آروم باش آروم باش. میتونی بری اون چوبو بیاری؟ رفت. آفرین آقا. تو پا شدی افتادی دنبال دکتر. بله. 8. فقط چون دنبال دکتر دویدی. گفت عصبامو اشتباه مس کردم. بعد یه حرکت اشتباه داد. پا شد راه افتاد. من فوشم میدم. 7 چون بی ادبم هستی. آقا محمد علی 10. ان شاء الله. همه رو شست برد. حنیفم 8. دست خوبه.
خانم ها آقایان بفرمایید، در اتاق فرمان داره جمع و تفریقا انجام میشه. ممکنه چی؟ علی اسدیان امتیازش 35، حنیف امتیازش 38. آفرین. فعلا علی باخته. وای وای. کام کامل. محمد علی جعفرآبادی 39. اوه وای. اینجا معلوم میشه. نقشه‌تون معلومه. علی چند بود؟ 35. 35. مصطفی 34. بازی سر همین. الکی گفتم. همون یه امتیازه که برگشت. الکی گفتم. الکی گفت. منم. آره. 37. 37. 37. دست بزن. ولی کم بود موافقه. این قسمت ممکنه مناسب خانواده ها، افرادی که بیماری قلبی دارن یا کوچولوهایی که میزنیم. ما هر قسمت اینجا یه بازیگر هم هستیم. خدمت شما. آره دیگه، اصلا ما اول داری بازی میکنیم. اون نه، اون برو این آلت مجازه. چهارپایه رو برو بیار چون تو بچه تری. علی تو مرده بودی بابا، سن من از اینا بیشتره. تو که آهان، تو که مجازات شمنده ای. بفرمایید. خب من باید بشینم. برو نه مسو بزرگتر نیستم. چیکار خب نشان بچا بچا یواش. مجازات ممکنه که بدآموزی هم داشته باشه اینا. شما فقط باید برید نزدیک صورتش یه جوری اینو فوت کنید بخور تو سر صورت. بچا لباتونو سعی کنید ببندید. داریم میکشیمش. یک دو سه. جان چه خوبه. بزنید. اوه خب خب دوستان و خانم‌ها قسمت بعدی. الان میخوام ازتون خواهش کنم یاد کنیم و دست بعدی رو به افتخار یه بزرگی بزنیم که الان میخوایم ازش یاد کنیم، بگیم یادش بخیر. یکی از بزرگان هنر ما که مرحوم شدن، الان از سال 92 دیگه در بین ما نیستن، ولی یکی از تاثیرگذارترین آدم‌ها تو کمدی کشور ما بوده. یه استاد بزرگ، آقای سعدی افشار، که نماد اصطلاحاً سیاه بازی که نمایش آیینی و سنتی ماست، مال ما ایرانیاست، اصیل ماست. و خدمتتون عارضم که تخت حوزی و روح حوزی هم بهش میگن. سعدی افشار گل سرسبد سیاه‌هایی بود که البته حالا ما تو محلمون هم یه نفر رو داریم، رفیقمون نیست البته، میشناسیمش، اونم کارش سیاه‌بازیه ولی اون مردم رو سیاه میکنه. سعدی افشار خودش رو سیاه میکرد، مردم رو میخندون. 1313 تا 1392 یه عمر زحمت کشید و خیلی‌ها شاید از نزدیک هم دیده باشنش. بسیار آدم دلنشین، آدم محبوب و آدمی که هر چی داشت برای خندوندن مردم گذاشت و بعدش هم سفر کرد با یه دنیا خاطره خوش برای ما. خدا بیامرزتشون. آره دیگه، بیماری ریوی و پوکی استخوان گرفت و اتفاقا رو صحنه هم بود کارش وقتی که فوت کرد. سعدی افشار بزرگ استاد، اسم کارم فیسپوک بود و ناتمومون دیگه. به نوعی سعدی افشار وسط کارش سفر کرد. روحش شاد باشه. دستو بزنید به افتخار همه کسایی که رفتن ولی یه روزی ما رو شاد کردن. ممنون، خیلی لطف کردید. شما دسته‌های گل که اینجا بودین، محبت کردین، خیلی ممنون، تحمل کردین. اصلا پشت صحنه برنامه بودن یه خود مشکله نسبت به جلوی تلویزیون نشستن و برنامه رو دیدن. خیلی از همراهیتون ممنون، از اینکه همیشه لبخند به لبتون بود و به من انرژی دادید و به هممون. و از شما هم خیلی متشکرم، شما که به گوبه خند بزرگترین برنامه در حوزه کمدی رو دارید نگاه میکنید. مسابقه و همین قسمت های خارج از مسابقه همچنان ادامه داره. ما رو نگاه کنید شبای مختلف که برنامه پخش میشه. متشکرم. باباها رو از طرف من ببوسید. زنده باد. ممنون.